الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد فالسلام عليكم رحمة الله وبركاته برنامه امروز ما در رابطه با کسی است که در این مدت اخیر با او بسیار دوست شدیم شده است دوست صمیمی ما ترک او فراغ او برای ما بسیار سخت است یک ماه تمام با او بودیم تبدیل شده است به دوستی بسیار صمیمی دوست ما روزه گرفتن که آن را بسیار دوست داریم و در این ماه در هر لحظه با او بودیم برنامه امروز ما در رابطه با این دوست عزیز ما است دوست ما روزه گرفتن روزه دار بودن که روزدار بودن ماه مبارک رمضان فرض است بر هر انسان مسلمان مستطیع و قادر و روزه گرفتن سایر ایام میدونیم می که ایام دیگر نیز داریم که روزه گرفتن های آنها سنت است و اجر و ثواب عظیمی دارد آره این اخلاق شخص روزه دار است اخلاق شخص مسلمان است که روزه گرفتن را دوست داشته باشد و به آن عشق بورزد چرا نه ای برادر عزیز چرا نه ای خواهر گرامی چرا نه مگر نه همین روزه گرفتن است که تنها یک روز آن یک روز روزه گرفتن من را و شما را به اندازه مسافتی که در هفتاد سال طی می شود و یا به اندازه مسافتی که بین زمین تا آسمان هست از آتش جهنم دور می سازد پس دوستی بسیار صمیمی دوستی بسیار خوب یک روز در کنار او باشیم در کنار او بنشینیم او ما را به اندازه مسافتی که در هفتاد سال طی می شود از آتش جهنم دور می سازد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ما من عبد یصوم یوما فی سبیل الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعین خریفه هیچ بنده ای نیست که لله یک روز را روزه بگیرد مگر اینکه الله سبحانه تعالی به ازای این یک روز روزه گرفتن او را از آتش جهنم به اندازه مسافتی که در هفتاد سال طی می شود از آتش جهنم دور خواهد ساخت به همین سبب یک شخص عاشق روزه گرفتن روزه گرفتن شش روز از شوال را از دست نمی این فرصت طلایی را این فرصت عظیم را پس بیاییم در برنامه امروز خودمان مقداری در رابطه با این شش روز روزه گرفتن شوال با یکدیگر صحبت کنیم همین روزه گرفتنی که رسول الله صلی الله علیه و آله سلم اسوه ما الگوی ما در رابطه با آن فرمودند من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدهر هر کس که ماه مارک رمضان را رو روزه بگیرد و سپس شش روز از شوال را به آن ملحق سازد یعنی شش روز از شوال را رو روزه بگیرد گویا تمام عمر یا تمام سال را روزه دار بوده است چون می دانیم که الله سبحانه تعالی اعمال صالح ما را ده برابر اجر و ثواب می دهند یک ماه روزه گرفتیم در ازای آن اجر ده ماه روزه گرفتن را به دست می آوریم می ماند دو ماه دیگر که این دو ماه را نیز ما میایم شش روز روزه می گیریم اجر ثواب 60 روز را به دست می آوریم یعنی اجر دو ماه را ده ماه و دو ماه شده است یک سال و اگر شخصی تمام سالهای عمر خیش را اینچنین و این کند گویا تمام عمر خود را روزه دار بوده است آری بیایید مقدار در رابطه با این روزه گرفتن شش روز از شوال صحبت کنیم در رابطه با برخی از حکمت های آن در رابطه با برخی از فواید و آن و در رابطه با برخی از حکم, حکم احکام شرعی آن چرا یا این روزه گرفتن روز شش روز شوال حکمت آن چیست چه حکمت هایی را می توانیم استنباط کنیم برای آن ما اگر بیاد داشته باشید همان مسئله را که در رابطه با ادای زکات فطر ذکر کردیم در اینجا نیز ذکر می کنیم من شما انسان هستیم معصوم نیستیم در طی ماه مبارک رمضان گناهانی از ما سر زده است خطاهایی در روزه گرفتن های خود داشته ایم گناهانی از ما سر زده است که به اذن الهی و فضل الهی ما با روزه گرفتن این شش روز این گناهان و این اشتباهات را و این کمبود و خللی که در روزه گرفتن های فرض ما وجود داشته است به اذن الهی جبران خواهد شد با این شش روز روزه گرفتن و علاوه بر این این شش روز روزه گرفتن ماه شوال علامتی است دلیلی است نشانه است بر این که به اذن الهی روزه گرفتن های ما در ماه مبارک رمضان مورد قبول بارگاه الهی واقع شده است چون صالحین میگویند که ثواب الحسنتی الحسنه بعدها یعنی پاداش عمل حسنه عمل نیکو توفیقی است که انسان حاصل می کند در انجام دادن عمل صالحی که پس از آن است یعنی شما عمل صالحی را انجام می دهید مورد قبول بارگاه الهی قرار میگیرد. الله سبحانه تعالی به شما توفیق می دهد که عمل صالحی دیگه را انجام دهید یک ماه مبارک رمضان را روزه گرفتید مورد قبول بارگاه الهی ان الله واقع شده است الله سبحانه و تعالی ما توفیق میدهند که شش روز شوال را نیز روزه بگیریم همان گونه که میدانیم برادران عزیز خواهران گرامی روزه گرفتن ماه مبارک رمضان ماه مبارک اگر آن گونه که باید شاید باشد انجام بپذیرد باعث آمرزیده شدن گناهان ما خواهد شد و این نعمتی است بسیار عظیم این نعمتیست است بسیار عظیم و ما میاییم با روزه گرفتن این شش روز شکر معبود بر حق را به جای می آوریم که همچنین توفیقی را و این نعمتی را به ما دادند یک ماه را روزه بگیریم گناهان ما بخشیده شود یک ماه را روزه بگیریم گناهان ما پاک شوند و این به جای آوردن شکر است رسول الله صلی الله علیه و سلم شکر الله سبحانه و تعالی را به جای می آوردند به صورتها و گونه‌های مختلف و گوناگون نمازهای بسیار طولانی می‌خواندند تا آنجا که دل همسر عزیز ایشان یعنی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میسوخت به حال ایشان و می‌گفتند که ای رسول الله چرا نماز نمازها اینقدر طولانی می‌خوانید پای شما ورم می می‌کند یا باعث خستگی شما می‌شود رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب می‌فرمودند که افلا اکون عبدا شکورا آیا بنده شکر نباشم آیشه الله سبحانه تعالی بر من مننت گذاشته مرا من به عنوان رسول و پیامبر خیش برگزیده است و این همه نعمت ها معجزات عظیم را در اختیار من به من عطا فرموده است افلا اکون و عبدا عبد شکورا ای برادر عزیز خواهر گرامی ما نیز به خود این چنین بگوییم یک ماه را الله سبحانه و تعالی بر ما من مننت گذاشتند روزه گرفتیم غیر از ماه مبارک رمضان نمازهای پنج وقت را به جای می آوریم سایر عبادات را به جای می آوریم به حول هوش خود نگاه کنیم چه انسان هستند که از لحاظ علم و آگاهی و دانش دنیوی از ما خیلی برتر هستند از لحاظ مالی از ما خیلی برتر هستند اما مسلمان نیستند برخی از آنها مسیح را می پرستن. برخی از آنها در مقابل گاو به سجده می روند و نگاه کنید ببینید آیا ما عبد شکور نباشیم افلا اکونو عبدا شکورا افلا نکونو عبدا عبادا شکورا بند بندگانی شکر شکرگزار نباشیم شکر الله سبحانه تعالی را که دین مبین اسلام را ایمان را برای ما به ما عطا فرمودند و برای ما انتخاب کردند به جای نیاوریم آری از دیگر مسائلی که در روزه گرفتن این شش روز وجود دارد این است که ما بندگان الله سبحانه تعالی هستیم و از روزه گرفتن ماه مبارک رمضان هرگز خسته نشده ایم. و اگر الله سبحانه تعالی ما را به بیشتر از این یک ماه نیز امر می کردن، گردن می نهادیم این امر را و اکنون شش روز را که به صورت اختیاری است ما روزه می گیریم تا این مسئله به اثبات برسانیم به اثبات رساندن اینکه ما از روزه گرفتن ماه مبارک رمضان خسته نشده ایم و اگر الله سبحانه تعالی به بیش از این نیز ما را امر می کردن، آن را گردن می, نه، می, نه، می،, می گذاشتیم. نکاتی پیرامون روزه گرفتن این شش روز بایسی بدانیم که لازم نیست انسان این شش روز پشت سر هم روزه بگیرد می تواند این شش روز روزه گرفتن می تواند در ابتدای شوال باشد در وسط شوال باشد در انتهای شوال باشد به صورت پشت سر هم باشد به صورت پراکنده باشد هر گونه که انسان راحت تر هست هر گونه که برای انسان راحت تر هست می تواند این عبادت را به جای بیاورد امیدواریم که الله سبحانه تعالی این عبادات را مانند سایر عبادات از ما بپذیرند و آن را در سجل حسنات ما قرار دهند تا در فردای قیامت باعث روسفیدی ما و باعث شوند که ما در بهشت برین در کنار پیامبران و صدیقین و شهدا و صالحین قرار بگیریم وقت برنامه امروز ما پایان رسیده است و آخر دعوانا سبحان ربی کرب العزت عما یصفون و علی والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته